سلام و وقت بخیر به خبر شش از خورشید خوش آمدید. امروز دوشنبه 14 میزان 1399 خورشیدی است که برابر می شود با 5 اکتبر سال 2020 میلادی. در نخست سرخط مهمترین خبرها. سفر رئیس جمهور غنی به کویت و قطر، آغاز عملیات نظامی کشور از بهر پسگیری حومه‌های شهر طالقان از طالبان، واکنش رئیس مجلس نمایندگان در مورد خارجی دانستن زبان فارسی از سوی اداره احصائیه مرکزی، کشف 300 اثر تاریخی به ارزش میلیون‌ها دلار از غزنی و نگرانی ایران از افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا در آن کشور. من محمد ایوب نسیمی هستم با مشروع خبرها. رئیس جمهور غنی صبح امروز راهی کویت و پس از آن قطر شد. ریاست جمهوری میگوید آقای غنی پیش از رفتن به قطر و دیدار با مقامهای آن کشور، دیدار کوتاهی از بهر اشتراک در مراسم فاتحه خوانی درگذشت امیر کویت با آن کشور داشت. معاون سخنگوی رئیس جمهور میافزاید که فرد نخست کشور قرار است در قطر با مقامهای نخست آن کشور، مقامهای ملکی و نظامی آمریکا و نیز هیئت گفتگو کننده صلح افغانستان دیدار و گفتگو نماید. برخی از نمایندگان مجلس و آگاهان سیاسی میگویند این سفر آقای غنی میتواند بنبست به وجود آمده در گفتگوها را حل سازد. ذبیح الله دوراندیش گزارش میدهد. بامداد امروز رئیس جمهور غنی رهسپار کشورهای کویت و قطر شد. دو کشور عربی که روابط نزدیکی با حکومت افغانستان دارند. آقای غنی پس از اشتراک در مراسم فاتحه از بر درگذشت امیر کویت به دوحه پایتخت قطر رفت. در قطر لامیر، در قطر صدر اعظم و نور و لوړپوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو د دې اړیکو پر پراختیا باندې بحث کی، تر څنګ د افغانستان ولسمشر به د افغانستان د اسلامي جمهوریت له مذاکراتي ټیم سره هم مجلس ولري. شش روز می شود که نشست گروه های تماس دولت افغانستان و طالبان از بهر اختلاف در مورد ساختن کارشیوی مذاکرات صلح متوقف است. حالا برخی ها بدین باورند که رفتن آقای غنی به قطر می تواند بنبست به وجود آمده در روند صلح افغانستان را حل نماید. سفر رئیس جمهور به دوحه را ما به فال نیک می بینیم، به خاطر که بنبستی که فعلا بین هر دو گروه وجود داره نیاز است که از بین بره، از اینکه همه روزه افغان ها قربانی زیاد میده. برخی از منابع از احتمال دیدار نمایندگان طالبان با رئیس جمهور غنی سخن میزنند، موردی که برخی از آگاهان سیاسی این دیدار را از بر توافق در مورد آتش بس کار نیک میپندارند. اگر امکان از این میسر شود که دو رهبر با هم دیگه ببینن حتی برای چند دقیقه، امکان داره که مسئله مذاکرات صلح افغانستان یک گام و پیش ببینه. 24 روز از گشایش مذاکرات صلح میان افغانان در دوحه می‌گذرد، اما تا اکنون مذاکرات اصلی روشن نشده، بل آتش نبردها در 24 ولایت کشور شعله‌ور شده است. زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان گفته است میزان خشونت‌ها در افغانستان بیشتر شده و این میتواند بی‌اعتمادی را میان هیئت گفتگو کننده دو طرف صلح به وجود آورد. تا هنوز بنبست نشکسته و بر سر پروسه صلح و آغاز مذاکرات بین الافغانی تا هنوز موفق نشدند که یک کارشیوه و مقدمه برای آغاز مذاکرات را تهیه و ترتیب بکنند. سه هفته است که دو طرف در حال رایزنی به خاطر ساختن کارشیوی گفتگوهای صلح می باشند. هرچند تا هنوز این تلاش ها نتیجه نداده، اما تلاش های دیپلماتیک برای از میان برداشتن اختلاف ها میان هیئت مذاکره کننده دو طرف آغاز شده است. در تازه ترین مورد، نماینده ویژه آلمان برای افغانستان با ملا عبدالحق وسیق مسئول بخش اروپایی طالبان در مورد صلح دیدار و گفتگو کرده است.
فرمانده پلیس تخار میگوید که پس از چاشت امروز نیروهای دولتی عملیات برای بازپسگیری بخش های از دست رفته و دور زدن طالبان از حومه های شهر طالقان را آغاز کردند. بر بنیاد گزارش ها طالبان شاهراه قندوز تخار را در دست گرفته و در دو شب گذشته حمله های سنگینی را برای تصرف شهر طالقان نیز انجام دادند. در سوی هم اعضای مجلس نمایندگان از افزایش خشونت ها در کشور سخت نگرانی کرده و تاکید می کنند که امریکا باید بر طالبان فشار بیاورد تا خشونت ها را کاهش بدهند. شیرشاه رسولی گزارش می دهد. این روزها آتش جنگ در تخار شعله‌ورتر از هر بخش دیگر کشور شده و گزارش ها می رسانند که دروازه ورودی تخار خط نخست نبرد میان نظامیان کشور و طالبان شده است. پلان ترتیب شد و عملیات آغاز شد. حمله شما می بینین پل هم دوباره ساحه تخریب شده بود. دانست پرکاری بکنیم. مسیر باز شد. قوات هایی که از استقامت کندوز حرکت کرده بود کماندوها با نیروها انشاءالله در او صاحب یک جا شدن. دشمن متواری شد. تلفات سنگین برشان وارد شد. رئیس ستاد ارتش ناوقت روز گذشته به تخار رفت تا عملیات بازپسگیری بخشای از دست رفته را خودش رهبری کند. اکنون منابع از آغاز این عملیات خبر داده و میگویند طالبان از حومه های شهر طالقان پس زده خواهند شد. ولسوالی جرم بدخشان نیز دیشب گواه حمله طالبان بوده است، اما مقام های محلی میگویند طالبان افزون بر این که موفق به تصرف این ولسوالی نشده بر تلفات سنگین نیز دیدند. قاری سابق قماندان قطعه سرخ طالبان با سیتن از محافظینش کشته شده. شمسالان نامی که سرگروپی مهم طالبان با پنج نفر از همراهانش زخمی شدید برداشته و طالبان دوباره عقب نشین بودند که یک نفر از نیروهای امنیتی ما زخمی سطحی برداشته است. خشونت ها در حالی افزایش یافته که امیدواری ها بیشتر از هر زمان دیگر برای رسیدن افغانستان به صلح بیشتر شده و هیئت طالبان و حکومت افغانستان سرگرم گفتگو برای پایان جنگ در قطرند. این مکلفت دولت رهبری قائم مسئله است که از مسئولیت و زندگی و زندگی صلح‌آمیز هموطنانشان در قلمرو تحت کنترلشان دفاع کنه و برنامه های روی دست بگیرند که از حملات طالبان و دیگر گروه ها جلوگیری شود. اعضای مجلس نمایندگان تاکید میکنند که باید امریکا بر رعایت گفتگو کننده طالبان در قطر فشار بیاورد تا خشونت ها را کاهش بدهند. متاسفانه ای اواخر علارغم این که گفتگوهای صلح در قطر جریان داره، اما ما شاهد افزایش خشونت از طرف طالبان هستیم. طبیعی است که طالبان میخواهد که از این وضعیت استفاده سو بکنه. این در حالی است که امروز لغمان نیست گواه حمله متربم بود، حمله ای که 8 تن مشمول 4 غیر نظامی در آن جان باخته و نزدیک به 30 تن دیگر زخم برداشتند. وزیر صحت عامه هشدار می‌دهد که آلودگی و سردی هوا و بیماری‌های موسمی سبب گسترش ویروس کرونا می‌شود و باید شهروندان کشور با فرا رسیدن فصل سرما موارد بهداشتی را در نظر گرفته و خطر گسترش این ویروس را کاهش دهند. افزون بر این وزارت صحت عامه تأکید می‌کند که وضعیت جاری کرونا در افغانستان نگران کننده نیست. همزمان با آغاز مکتب‌ها و حرف و حدیث درباره احتمال گسترش ویروس کرونا در کشور، وزارت‌های صحت عامه و معارف اینجا آمدند درباره چگونگی وضعیت جاری کرونا برای مردم معلومات می‌دهند. وزارت صحت عامه هرچند وضعیت جاری کرونا در افغانستان را نسبت به هر کشور دیگر خوب می‌داند، اما تأکید می‌کند که آلودگی و سردی هوا و همچنان بیماری‌های موسمی سبب گسترش ویروس کرونا می‌شود و باید شهروندان کشور با فرا رسیدن فصل سرما موارد بهداشتی را در نظر بگیرند. فصل سرما این سال موجود هستند. پیش بینی که صورت گرفته در سطح دنیا این سه فاکتور تهدید کننده و تجدید کننده ویروس کرونا و مرض کرونا می باشد. برای فعلا خوشبختانه تا می لحظه که همراه با شما صحبت میکنم، آمار و ارقام که هم از سکتور خصوصی و هم از سکتور دولتی داریم وضعیت خوبی را در افغانستان نشان می دهد. در کنار این وزارت صحت عامه می گوید از میان بیش از 500 دانش آموز و آموزگار که آزمایش کرونا را انجام دادند، تنها 5% آنان علائم کرونا را داشتند و این رقم نگران کننده نیست. افزون بر این وزارت معارف می گوید آزمایشگاه های کرونا را از بهر شناسایی دانش آموزان مبتلا به این ویروس در بخش های گوناگون کشور ایجاد کردند. متاسفانه لکتاسته چه معلومه در زمانگا سلوی فصلو که مکتبونه بیخی تعمیر نلری. نو دقیقا پا
کرای تعمیرونو کې دي چې به معیار دي سنفونه واړه او تنگ دي او ځکه کوشمیرم په خونځو کې زیات دي نو فاصله اجتماعي متاسفانه نه مراتیږي او هغه خونځي دي چې دولتي دي او تعمیر لري هغه کې هم متاسفانه موږ په دوه شفت او درې شفت کې خونځي لرو. این در حال است که بر بنیاد معلومات وزارت صحت آمد در 24 ساعت پسین از میان 341 مورد مشکوک مبتلا به ویروس کرونا نتیجه آزمایش 81 تن مثبت تشخیص شده است. مجلس نمایندگان در پیوند به شامل کردن زبانهای ملی مشمول زبان فارسی، ازبکی و ترکمنی در فهرست زبانهای خارجی در برگه شناسنامه های برقی از حکومت انتقاد کرده و این کار را نفاق اندازی از سوی شماری از اداره ها میان اقوام در کشور عنوان می کنند. در همین حال رئیس مجلس نمایندگان، رئیس اداره ملی احصائیه و مسئولان این اداره را برای پاسخدهی در ارتباط به این موضوع روز دوشنبه هفته آینده به مجلس نمایندگان فراخوانده است. موضوع زبان فارسی، ازبکی و ترکمنی در فهرست زبانهای خارجی و اقدام اداره ملی احصائیه در شناسنامه‌های برقی در مجلس نمایندگان واکنش برانگیز شده است. شماره از اعضای این مجلس میگویند این اقدام نفاق اندازی میان مردم است و باید عاملان این موضوع به دادگاه کشانده شود. اگر دامن زدن به این مسائل از دید شخصی و یا اشخاص نشأت کرده باشد، خوب است که به قانون مراجعه شود و به جرم نفاق اندازی به دادگاه معرفی شود. من حیث نماینده مردم از شما خواهش میکنم تا این آدم مریض را به این خانه ملت خواسته شود و بعد از پرسپال تحقیق بسیار او را به سارانولی باید معرفی شود. در همین حال نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان تاکید می‌ورزند که رئیس جمهور غنی خلاف قوانین موجود در کشور فرمان داده که باید به زور و جبر مردم شناسنامه‌های برقی بگیرند. آنان می‌گویند نباید این روند به زور بالای مردم تطبیق شود. هر کسی که سوهن و یا عمدن چنین اشتباهی را مرتکب شده باشد ایجاب میکنه که نهادهای عدلی و قضایی هر چه زودتر در قسمت مجازات اشخاص و افرادی که چنین جنایت را کرده اقدام بکنه. با این همه رئیس مجلس نمایندگان رئیس و مسئولان اداره ملی احصائیه را برای پاسخدهی در این مورد هفته آینده به مجلس نمایندگان فرا میخواند. بر ارتباط جنجال توزیع تذکره الکترونیکی ما دیروز در کمیته رؤسا تصویب کردیم که روز دوشنبه آینده رئیس اداره احصائیه مرکزی به مجلس عمومی فرا خوانده شده و از عمل کردش به مجلس پاسخ خواهد داد. این همه در حال است که چند پیش کارزار در واکنش به این موضوع از سوی شهروندان و فرهنگیان به راه انداخته شده بود که در نتیجه اداره ملی احصائیه زبان فارسی را از فهرست زبانهای خارجی مشمول زبانهای داخلی کشور کرد. ده ها تن از جوانان و فعالان مدنی در پیوند به آنچه که توزیع اجباری و ناعادلانه شناسنامه‌های برقی می‌دانند گرد همایی اعتراضی را تشکیل داده و خواهان متوقف شدن این روند هستند. معترضان میگویند درج واژه افغان در شناسنامه های برقی قانونی نیست و این مورد سبب تفرقه افغانی قومی در کشور می شود. احمد نوید کاوش با این گزارش. پس از چاشت امروز ده ها تن از جوانان و فعالان مدنی زیر نام جبهه ضد تبعیض گرد همایی اعتراضی را تشکیل داده میگویند توزیع اجباری شناسنامه های برقی عادلانه نیست و باید حکومت این روند را متوقف کند. هدف این جبهه مبارزه با انواع تبعیض های که در جامعه وجود دارد که از جمله تبعیض قومی، تبعیض زبانی، تبعیض فرهنگی و تبعیض جنسیتی که در جامعه وجود داره ما با این انواع تبعیض ها مبارزه میکنیم. هدف ما در نشست اول و بر اساس اعلامیه اول مقابله و مبارزه با روند توزیع غیر قانونی شناسنامه های الکترونیکی باشد. هدف ما این است که ما طرفدار عدالت اجتماعی هستیم. در اینجا قرار آخرین پژوهش ها 23 ملیت زنده وجود دارد که هر کدامش از چند هزار تا چند میلیون جمعیت دارند. اینا هر کدامش از کشوری به نام افغانستان هستند که ما نمیتونیم بگیم که اینا کلش افغان هستند. افغان پشتون، پشتون افغان، افغان پتان، پتان پختون.
معترضان میگویند هرگاه حکومت به خواستهای قانونیشان تمکین نکند متوسل به هر گونه اقدام برای متوقف کردن این روند خواهند شد. خب این نشست نخستین بود و اقدامات بعدی طبعا روی دست هست. هر اقدامی که بتواند مانی توزیع اجباری این شناسنامه ها بشود مردم افغانستان دریغ نخواهند. ما از هر گونه اقدام به خاطر متوقف کردن این روند قانونی دریغ نمیکنیم. ما آماده هر گونه قربانی هستیم تا این روند غیر قانونی و تبعیض‌آمیز متوقف بسازیم. همکنون توزیع شناسنامه های برقی با درج واژه افغان در پایتخت و شمار دیگری از ولایت های کشور ادامه دارد و به تازگی در برخی نهادهای دولتی نیز گرفتن شناسنامه های برقی حتمی شده است. پس از میان برنامه کوتاه بیننده خبرهای اقتصادی باشید. با ادامه خبرها خوش آمدید. در چند سال گذشته 300 اثر تاریخی برزش میلیون ها دلار از ولایت غزنی کشف شده است. این اثرهای تاریخی شامل گیلاس، سکه، مهره و شمدانی هستند. اما به دلیل نبود نیروی ویژه امنیتی، نگهداری اثرهای تاریخی خطر قاچاق این اثرها را به گونه جدی به میان آورده است. غزنی شهری که اثرها و آبده‌های تاریخی زیادی را در دلش جای داده است، اما این اثرها حالا در محل‌های به شدت ناامن نگهداری می‌شوند و خطر دسترسی قاچاق بر آن این اثرها را تهدید می‌کند. ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی می‌گوید در چند سال گذشته 300 اثر تاریخی که شامل گلاس، مهره، سکه و شمدانی اند از این ولایت کشف شدند. اما این اثرهای تاریخی که ارزش‌های هنگفته مالی دارند، به دلیل نبود نیروی امنیتی کافی و نیروی قطعه 012 که ویژه نگهداری محل‌های تاریخی ممکن است قاچاق شوند. خواست ما باز هم از مقام محترم وزارت اطلاعات فرهنگ به خاطر حفظ داشته های فرهنگی، به خاطر حفظ آثار باستانی ای است که امی قطعه نظامی 012 برای غزنی منظور بکنند تا ما بتوانیم که از این آثار و ساحات باستانی ولایت غزنی به خوبی حفاظت بکنیم. فرهنگیان در ولایت غزنی نیز شدیداً نگران این اثرهای تاریخی اند. این فرهنگیان میگویند ناامنی‌های حاکم در این ولایت سبب شده که در چند سال گذشته هیچ گردشگر خارجی به این ولایت نیاید. 012 داشته باشیم. شما میدونید که قطعه 012 با همکاری وزارت فرهنگ من ایجاد شده و یک قطعه خاصی است که مسئولیت مشخص هم حفاظت از آثار و آبدات تاریخی است. نوینو لکه اوس چې د تاریخي اثار او قاچاق دوام لري دا نړۍ به پسې پراخه سي او موږ به ډېر تاریخي اثار له لاسه ورکړو. اما اداره محلی غزنی حاضر نشد در این مورد چیزی بگوید، ولی فعالان فرهنگ این ولایت میگویند با افزایش نامنه ها این اثرها در معرض جدی دستبرد قاچاق بران قرار گرفته است. بخش سوم خط آهن هرات خواف ایران تا کمتر از دو ماه دیگر به بهره برداری میرسد. مقام های ایرانی که برای بررسی از این خط آهن به هرات سفر کردند میگویند بیش از 93% کار ساخت آن انجام شده است. در سوی هم مسئولان راه آهن هرات از آغاز بخش چهارم این پروژه در هفته های پیش رو خبر میدهند. اینجا استگاه راوزنک پایان خط آهن هرات خواف که از سوی ایران ساخته می شود است. این خط آهن به چهار بخش تقسیم شده که سه بخش آن از سوی ایران ساخته شده و یک بخش آن از سوی افغانستان ساخته خواهد شد. مقام های ایرانی که اکنون برای بررسی این پروژه به هرات آمده اند از پایان کار بخش سوم آن تا دو ماه دیگر سخن می زنند. به گفته آنان این نخستین رابطه افغانستان و ایران از طریق خط آهن است. عملا این ارتباط یک ارتباط ریلی در حقیقت ترانزیتی است که بخشی از یک کوریدور رو که کوریدور اتصال ایران به افغانستان از افغانستان به سمت ازبکستان رو از طریق راهن خواف، هرات، مزار شریف و مرز حیرتان میتونه اتصال به وجود بیاره رو داره تأمین میکنه. بازرگانان افغانستان میگویند با تکمیل شدن این راه آهن بخش بزرگی از چالش بازرگانی میان دو کشور برطرف میشود. این بازرگانان از دولت افغانستان میخواهند که کار بخش چهارم این خط آهن را به زودی آغاز کنند. بسیار میتونه مؤثر و تاثیرگذار باشه.
و به خاطر از اینکه هم در زمان صرف جویی میشه و هم در قسمت جلوگیری از بحث فساد ایده. باریک از تمام بنادر جمهوری اسلامی ایران طرف افغانستان بیه، خیلی به راحتی و مشکلات های ترانسپورتی حل میسازه. مسئولان راه آهن در هرات میگویند کار فاز اول بخش چهارم این خط آهن که 87 کیلومتر می شود تا دو هفته ای آینده آغاز خواهد شد. به گفته آنان کار ساخت بخش چهارم آن را یک شرکت قزاقستانی به عهده دارد و امنیت این پروژه نیز تامین شده است. شرکت قزاقی اجرا کننده از او پروژه فعلا در حال ذخیره سازی مواد، به زودی طی 10 روز تا 2 هفته آینده انشالله عملا کار اجرایی از او در ساحه بعد از ایستگاه روزنک شروع میشه. منگا کاملا آمادگی لرو، منگا کاملا آمادگی لرو. دغه کندک چې وستا سی شاید ثانیه است وی نه او عملا وی نه، دغه سابقه کندک نه ده، په ټوله معنا باندې تجهیزات باندې سنبال ده. با این حال مقام های ایرانی اعلام کردند که در ساخت بخش چهارم این خط آهن آماده است افغانستان را همکاری کند. خبرهای جهان پس از رفت و برگشت کوتاه. اکنون هم خبرهای جهان. وزارت بهداشت ایران نسبت به افزایش شمار مبتلایان و جانباختگان ویروس کشنده کرونا در آن کشور ابراز نگرانی کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، تنها در 24 ساعت پسین 3902 تن به این ویروس در سراسر ایران مبتلا شدند و 235 تن مبتلا نیز جان باختند. به این ترتیب شمار کلی مبتلایان در ایران به بیش از 475 هزار تن رسیده که از این حیث رتبه نخست را در خاورمیانه دارد. در ادامه درگیری‌های خونین میان ارمنستان و آذربایجان، دو کشور یکدیگر را متهم به حمله به مناطق غیر نظامی می‌کنند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این درگیری‌ها که خونین ترین جنگ میان دو کشور در 25 سال پسین دانسته می‌شود، چند روز پیش آغاز شد و با گذشت هر روز بر شدت آن افزوده می‌شود. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان در یک نطق تلویزیونی تازه گفت است که منطقه نگورنو قره‌باغ بخش جدایی ناپذیر خاک آن کشور است و پیشروی‌ها برای پسگیری آن ادامه دارد. سه دانشمند آمریکایی و بریتانیایی که ویروس هپاتیت سی را شناسایی کردند برنده جایزه نوبل در بخش پزشکی شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، کمیته جوایز نوبل اعلام کرده است که تلاش‌های هاروی آلتر و چارلز رایس از آمریکا و مایکل هوفتون از بریتانیا سبب شد که ویروس کشنده هپاتیت سی شناسایی و برای آن دارو ساخته شود. هپاتیت سی هم ساله 78 میلیون تن را در سراسر جهان مبتلا می کند و جان 400 هزار تن را نیز می گیرد. اعتراض‌ها بر ضد الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس امروز نیز ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، هزاران شهروند بلاروس امروز در شهر مینسک راه پیمایی کرده و خواهان کنارگیری آقای لوکاشنکو از قدرت شدند. پلیس بلاروس نیز اعلام کرد که 317 معترض را بازداشت کرده است. به پایان این برنامه خبری رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم. شب بخیر.